به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت تمام هموطنان عزیز. امید که هر جای دنیا هستین خوب و جور و صحتمند باشین. هموطنان عزیز، برنامه همگام با مسرور آغاز شده. ما هم آمدیم در رستوران گلدن استار و میخواییم برنامه امروزی ما را در اینجا با یکی از مهمانان خیلی خوب ما داشته باشیم که فکر کنین که از طرف صبح کدام شهرداری یا کدام بخش هسته که صبح وقت میخیزه. به خاطر ما اومدیم اینجا صبحانه خوردن، چون کار اینا از طرف صبح وقت شروع میشه، خیلی فعال هستن. به خاطر گفتن که ما از طرف صبح میخوایم بریم به صبحانه خوردن، ما هم قبول کردم و آمدیم به گلدن استار و اینجا میخوایم صبحانه رو جون کنیم و قصه های خیلی زیاده با هم داریم. فراموش نکنین که نمیخوایم معرفی کنم، میخوایم اول از کارکردهاش بگویم. بانوی خیلی موفقی هستن که هم مگی با چهرهش با کارکردهاش آشنایی دارن. چندی پیش در دیگر جای کار میکرد، کارش کلن با این بخشی که فعلا کار میکنه متفاوت بود، ولی فعلا سخنگوی شده در شهرداری شهر کابل که فکر کنم دیگه تمامتون فهمیدین کی هست. بله، بانو سمیرا رسا در کنار ما هست. خیلی خوش آمدین. سلامت، بسیار تشکر. صبح شما و برنده عزیز بخیر. انشالله که برنامه خوب داشته باشیم و آغاز صبح را عالی بکنیم. من فکر میکنم وقتی که از صحبت ها گفتم، وقتی که من چیزهایی را یاد کردم، همه گیشات در ذهنشان خودتان مجسم شده باشین و گفته باشن که همین بانو هستم، بانوی موفق، بانوی خیلی فعال که الگوی خیلی از بانوان دیگه هستم. خیلی خوشحال هستم امروز در کنارم. قربانتان، واقعا به من افتخار است که حضور خانم های مثل شما را در رسانه ها داریم. بسیار تشکر، شما لطف میکنین و خوشحال هستم از اینکه یک چند دقیقه با شما و بیننده‌های عزیز هستیم و صحبت های از شهر کابل، از شاروالی کابل و از خود ما می داشتم. بله، بانو سمیرا رسا یک زمانی خودشان همسنگر ما بودن، یعنی هنوز هم از این سنگر دور نیستن، یعنی خیلی شباهت داره این کارشان با کاری که در گذشته انجام میدادن. در گذشته هم گوینده خبر بودن، گوینده خبر بودن و فعلا هم از اون کاری که میکردن دور نرفتن، خواستن هنوز هم با رسانه ها باشن. چرا که یک گپی هست که کسی که با رسانه کار کنه خیلی مشکل است ازش دور شون. وقتی بعضی کسا میگن که چی زمانی رسانه رها میکنی، گفتیم تا وقتی تقادم نتن رها نمیکنم، چرا که رسانه کار کردن یک چیزیست که ازش دور بوده نمیتونی. ما میخوایم اول برگردیم به مو زمانی که شما در رسانه کار میکردین. کمی از خاطرات تو زمان بر ما بگوین، از روزهای خوب و خوشتان بر ما بگوین و زمانی که شما میزبان بودین و دیگران مهمان بودن، حس و حالتان با اون زمان تا حالا چقدر تفاوت داره؟ دقیقاً کار که ما با رسانه آغاز کردم از صنف 12 بود. بله. که با رسانه ها همکاری را آغاز کردم و همزمان با او درس های خود را خواندم. رشته ژورنالیسم بر ما عشق است، یعنی خیلی علاقه‌مند هستم. اولین انتخاب ما در کانکور ژورنالیسم بوده و خوشبختانه ما توانستم که راه پیدا کنم به پوهنتون کابل و این رشته دلخواه خود را بخوانم و همزمان با او با رسانه ها هم کار بکنم. قسمی که شما گفتین واقعا کار کردن با رسانه قسمی است که شما هر جای دیگه وقتی کار بکنین هیچ وقتی نمیتونین رابطه تان را با رسانه قطع کنین. وقتی شما عضو خانواده رسانه میشین، بعد دیگه رسانه قدر بر شما دلچسپی ایجاد میکنه، قدر علاقمندی ایجاد میکنه که بسیار به مشکل آدم میتونه که قطع روابط بکنه بر رسانه. به می دلیل است که من عالی هم که کار میکنم بیشتر روابط، خوشبختانه روابط خوب با همکارای رسانه خود دارم. اما قدر فرق است که از جای شما ما به این جای انتقال کردیم که او وقت پرسان میکردم که چی کار صورت میگیره، یعنی وضاحت در مورد کار از دیگرا پرسان میکردم، ولی عالی کارکردهایی را که انجام میشه را خودم وضاحت میتم بر شهروندان که اینی کارا صورت میگیره، اینی کارا را ما انجام میتیم. ولی به هر حال چیزی که عضو خانواده رسانه هنوزم هستم و هنوزم با رسانه همکاری دارم در اکثر رسانه، یعنی حتی بگویم که اگر در کل رسانه یکی از همکارای ما حتما اونجا حضور دارن که قبلا ما همراهش کار کردیم و همکارم بودن و هیچ وقتی نخواستیم که خدای نکرده هیچ یک از همکارای رسانه می و رسانه از ما یک کمی هم ناخوش شوه به خاطر از اینکه ما آلده اینجا آمدیم و کمتر میتارم پاسخگو برشان باشم. بله، هیچ کس به اندازه یک شخصی که در رسانه کار کرده باشه نمیتونه شخصی که در رسانه کار میکنه یا پردیسر یا پرزنتر برنامه را درک کنه.
میکنن و بانو رسا خیلی زود آمدن و میفهمم که اینو درک میکردن که انتظار برای یک کسی که میخواد یک برنامه را پیش ببره و ای که کنسل کردن برنامه خیلی سخت است. ما بعضی کسا رو میبینیم فکر میکنن اگه کنسل کنه شاید همون لحظه دیگه مهمان بیاد، در حالی که داشتن یک مهمان ما چقدر زمان رو در بر میگیره تا یک رست میکنیم، چون که همگی مسئولیت های کارشون خیلی زیاد هستن و بانورسا همه گیره درک میکنن و تا به امروز به هیچ کدام وقت که من یا شخصا خودم یا از تلویزیون ما برشان تماس گرفته باشن نه نگفته. و ما یکی از خوبی های بانورسا است که همیشه رسانه ها را درک کرده، چون خودشون در رسانه کار کرده. دقیقاً ما وقتی که آمدنتانم یعنی مطمئنن که من مکلف هستم که کارهای دیگه هم که در بله. دفتر هست را انجام بتم، اونجا هم مسئولیت داریم. اگر آمدنتانم بسیار عاجزانه و احترامانه معذرت میخوایم که من در این برنامه آمده نمیتونم، برنامه بعدی حتما میایم. ولی وقتی برنامه را اکسپت بکنم یا که بیایم به هیچ قیمتی بدون واقعی الهی، البته که آدم واقعات غیر قابل پیش بینی را نمیتونه رد بکنه، باز هیچ وقتی کنسل نمیکنم، حتما میرم. اگر کمی نا وقتم شوه ولی حتما میرم، در حالی که امروز مهمان وقت تر آمده بود. مهمان وقت تر آمده بود بله. بانو رسا سوال کردن آسان است ولی پاسخگو بودن مشکل هست. وقتی که من یک سوال را پرسان میکنم شاید اصلا فکر نکنم که جواب ازی چه خواهد بود، یعنی هیچ مسئولیتی بر دوش من نمی باشم، ولی کسی که پاسخگوی او سوال می باشم فکر میکنم یک باری در بدوشش می باشه که او را انتقال میده یا امو مسئولیت در مقابل او پاسخ می داشته باشم. چقدر فکر میکنین که تفاوت آمده؟ یعنی چقدر اون زمانی که شما سوال میکردین و توقع داشتین که پاسختان یک پاسخ قناعت بخش باشم و حالی که جواب میتین فکر میکنین که یک بعضی کسها رای گندشکک پیدا میکنن برای گریز، بعضی کسها کوشش میکنن قناعت بتن، شما چیکار میکنین؟ واقعا سوال کردن و جواب دادن عالی، ما درک میکنم که جواب دادن چقدر مشکل بوده، چون ما اکثرا برنامه سیاسی پیش بردیم و مطمئنا مصاحبه هایی که داشتیم خیلی آسان پرسان میکنه می کار چرا قسم نشد، شما چرا وضاحت نمیتین، چرا این دلیل است، چرا 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 کل چرا میشه. ولی حالی ما درک میکنم او بیچارهایی که چرا چرا را جواب نمیدادن زود، و چون در بعضی حالت ها آدم قرار میگیره که پاسخی را بگویی که به نحو قناعت بدی طرف مقابل را، ولی 100% جواب از اونا حاصل نمیشه. متاسفانه بعضی از کارهایی هستن البته در بعضی از اداره ها که اونا را میتونیم درک بکنیم که نمیتونن با اونمو وضاحت کامل جواب را واضح بسازن که مطمئنا دلایل را در قبال میداشته باشه، ولی با هم تلاش میکنن که طرف را راضی بسازن. ما همیشه تلاش کردیم آنچه که کار کردیم، آنچه که نیاز بوده را با شهروندان عزیز، با رسانه‌های عزیز شریک بسازم که اونمو سوالی که اونا دارن، اونا مشکلی که داره تا مو قسمت حل شد. ولی بعضی برنامه ها هست که متاسفانه میفهمی که به زودترین فرصت این مشکل رای حل نداره، مثلا مطمئنا یک مدتی را در بر می داشته باشم، با آن هم مکلف هستی که از بعضی زوایایی را بگیری تا که طرف قناعت بکنه بر ازی که بگوی خیر است که اگر طویل المدت هم هست ولی چون اینی موارد را در قبال خود داره باید بپذیرنش. بارون رسا قناعت دادن مردم افغانستان هموطنان ما کمی مشکل هستم، من ایره درک میکنم، چرا که همیشه جنبه مخالف یا همون منفی موضوع رو میگیرن و همیشه دوست دارن انتقاد کنن. ما انتقاد پذیر هستیم، ما انتقادها رو قبول میکنیم، چرا که جامعه همین قسم هست، اگر نمیتونیم یکی دو تا سه تا زودتر کدام از ما بخوایم تغییر بدیم. حال عزیز از زندگی کارتون کمی میایم بیرون، میریم در زندگی شخصی بانو رسا. فکر میکنم شاید بیشتر خودتان پاسخگو بودین برای ساعت کاری و کارهایی که در کار انجام میتین، ولی ما میخوایم بریم سر زندگی شخصیتان. از میخوایم طفلیت بانو رسا بدانیم، بانو رسا از کجا یعنی مثلا آغاز کرد، از وقتی طفلیت بود چه آرزوها داشت و چه بازی هایی را انجام میداد طفلیت، و یک که کدام هم بازیتان از زمان تال بیادتان هست؟ ما وقتی که تولد شدیم در خانه ما، چون پدر کلان ما دو خانم داشته، از خانم دومش
کاکا های مک البته به دنیا آمدن، باز خانه از اونا دختر نشده بود، یعنی اونا کلشان پسر داشتن. اولین دختر ما بودیم که تولد شدیم، یعنی بسیار زیاد، اگرچه ما در بین مثلا کاکاها برادرم شان اینا کلان شدیم، ولی چون یگانه دختری بودم بسیار نازدانه بودیم و بسیار زیاد توجه صورت می گرفته. به می خاطر است که من تا حالی چون به اونمو عادت هستم بسیار زیاد باید برم توجه شود در اکثر کارها، یعنی خاطرخواهی خود را می خواهیم که بیشتر مد نظر گرفته شود. اکثر دوستان مرا میگن که خودخواه هستی، ولی به هر حالش که اگر به قصدی هم بخوایم اما فطرتا در وجود ما اونمو تبارز پیدا کرده به خاطر که زیاد بله چون زیاد برم توجه صورت گرفته، به این خاطر که ما اکثر اوقات توقع از لحاظ توجه و از لحاظ ارزش را بسیار زیاد میکنم. به او دلیل همبازی، چون ما اکثرا در خانه و همراه برادرم شان اینا بازی میکردیم و بیرون دخترها که بودن حتما، ولی تا هنوز آلی امرایشان قدر به ارتباط نیستم که تا آلی ما از طفلیت یعنی یک جای بوده باشیم و آلی هم در ارتباط باشیم. بعد از او که چون مادرم زیاد تلاش میکرد که ما باید بیشتر توجه به درس و چیز داشته باشیم، اما دوران کودکی مقطعی را که ما تا سن 6 ساله و 5 ساله البته کلان شدیم، بعد از او یکی که دوران سیاه طالبا بود متاسفانه در جریان از او ما در خانه درس میخواندیم، به خاطر از اینکه و مکتب نبود، در مکتب شامل نشده بودیم، در خانه مادرم تلاش میکرد چون خودشان سرمعلم هستن فعلا، یعنی معلم بودن، تلاش بیشتر میکرد که درس میخواندیم. که بعد از او همه قسم مکتب خواندیم مکتب و بعد از او همینطور پوهنتون آمدیم، ولی در هر دوره ما دوستای بسیار خوب داشتیم و خاطرات خوب و خاطرات خوش از اونا دارم. نمیفهمم گناهم از من مت یک خاطره دارن یا ندارن، ولی به هر حالش ما از اونا از هر کدامش حتما از هر دوره‌ای که ما سپری کردیم یک خاطرات خوب خوش داشتیم که سپری کردیم. بله بانو رسا، یکی از دوستایی هستن که نه تنها در ساعت کاری بلکه یک دختر خیلی مهربان هسته، یک دوست خیلی خوب هسته، مشنوه و یکی از دوستانشان از جمله دوستای خیلی خوب خودم هم هسته که همیشه و همیشه از بانو رسا تعریف میکرد، همیشه هر جایی که ما مینشستیم یادی از بانو رسا وجب بوده. از ناز در طفلیت چی میگفتن؟ چون خیلی نازدانه بودید اگه، ولی شاید یک نامی هم از ناز سرت مانده باشن در طفلیت. اکثرا و یکی دوسترم که یاد کردین زرمینه جان کاکر، همیشه مرا سم میگفتن و در خانه هم سم جان همینطور یک چیز میگن و کاکر سب قسمی است که حتی اگر دیگر رو باز به این نام مرا صدا کنه او بخیلی میکنه، خوشش نمیه، میگه که به این نام چون مد باید تنها خودت صدا بکنم از محبت زیاد. واقعا بانو زرمینه کاکر همین قسمت کمه حسود است و دوست داره دوست خودش تنها از خودش باشه، یعنی بله. نمیخواید اگر او را تقسیم کنه با دیگر کس. بله و این موضوع متوجه شدیم. در مکتب در چوکی چندم میشستیم؟ یعنی چوکی های آخر همیشه تنبلا میشستن و اومن این موضوع بوده، کسانی که در اول بودن همیشه شاگرد لایق های مکتب بودن، خود در کدام چوکی بودن؟ این قسم هم نیست که کسایی که چوکی آخر میشینن تنبل باشن، گاهی اوقات لایق ها میرن داخل میشینن که یکان استاد متوجه نشه. اما قسم هست بلی، اما خوب من اکثرا چوکی اول میشستم و جای من چوکی اول بود، چون ما در درجه بودیم بنا مجبور بودیم که در چوکی اول میشینیم، چون امور رقابتی که بین ما یعنی جریان داشت باید زودتر از موضوع و از درس شوخ بودیم و شوخ عالی هم هستم با دوستای خود که هستم. بعضی کسایی که مرا تازه میبینه یا که در یگان جایی که شیشتم میباشم امراشان یگان یعنی حداقل سلام علیک میکنن و بار اول دوم میبینن از من هیچ خوششان نمیاد و پسان شکایت میکنن، میگن که بسیار مغرور است، بسیار چی است که برجن است، هیچ چی نمیکنه، درست یعنی برخورد نمیکنه. اما بعدها وقتی که باز میبینن یک دو سه باره که میشینن وقتی گپ میزنیم باز پس مو گپ گذشته خدا میگیرن، میگن باز من میگم من برای دوستای خود بسیار صمیمی هستم، من بسیار دوستای محدود دارم و دوستای محدود خود بسیار دوست دارم و
ارزششان بر من همیشه خاص است. همیشه اینطور بسیار اطرافم بیربار نیست و نمیخوایم هم که بیربار باشه. فقط یک جمع خواهش میکنم. فقط یک جمع خوبی از دوستای خود داریم که اکثرا با هم میشینیم، قسم میکنیم. گاهی اوقات آدم خوش میباشه، گاهی هم خفه میباشه و هر قدر که با هم دیگر ما میشینیم و تبادل نظر میکنیم، اینمی وضعیتی را که گاهی اوقات میایه بر ما را میخواهیم که ما را حل بسازیم بین خود ما. مولانسا، من میدانم برای کسانی که میایم بر جامعه خدمت میکنن حد و مرزی وجود نداره، یعنی برنمیگرده که من در کدام ولایت به دنیا آمدیم. یعنی تمام افغانستان، وقتی پرسان کنیم میگم من در افغانستان تولد شدیم و یکی از افتخارات ما هست که ما در افغانستان تولد شدیم. ما خوشبخت هستیم با تمام بدی هایی که شاید در جامعه ما باشن. من در نه منظورم از اینکه آدم های بد باشن، ما جنگ هایی رو میبینیم و اتفاقات تو زشت و بد را میبینیم، ولی با تمام موضوعاتش ما افغانستان را دوست داریم و افتخار میکنیم که هستیم. بانو رسا در کدام ولایت افغانستان تولد شدم؟ من در کابل تولد شدیم، در خیرخانه، در همونجا خیرخانه زادگاه ما است. در خیرخانه ما تولد شدیم، همونجا مکتب خواندیم، در اون ساحه تا فعلا زندگی میکنم و بسیار هم عادت کردیم در اونجا. و زادگاه ما شهر کابل است. بله، بسیار عالی. و بانو رسا، میگن سن دختر خانوما رو پرسان نکنید، ولی یک موضوعی هست که این بر میگرده به زمانهای خیلی سابق که میوتن پرسان نکنید، ولی حالا کلا سن برای همه گی یک عدد شده و اصلا فرق نمیکنه که وقتی پرسانم کنی خیلی راحت جوابتانم میتن و این موضوعات تمام شدن. بانو رسا در کدام سال، کدام ماه، کدام روز تولد شده؟ من در 26 دلو سال 1370 تولد شدم در کابل و 1991 یا 1992 میاد 14 فوریه. 14 فوریه. در روز عاشقا تولد شدی؟ بله. بجای یک توفه دو توفه میگیری. بله بله بله، دقیقا در روزی که ما برنامه روز عاشقا را داشتیم سالگیری شما بود و چون ما خبر نداشتیم گفتیم که دفعه بعد انشالله حتما سالگیریتون که با ما بودیم یک جای تجلیل کنیم. انشالله زنده باشیم بخیر. در آل دیگه سال 1400 شروع شده، انشالله ماه دلو بخیر یک جای تجلیل میکنیم. انشالله ماه دلو شاید خودت هم یک پرم متوجه شده باشی، یک خصوصیات در وجود شخصی که در ماه دلو تولد میشه وجود داره که یه عمومی میباشه، یعنی در وجود تمام اشخاص که در ماه دلو تولد شدن میباشن. چی خصوصیات در وجود خودت دیدی که فکر میکنی شاید کسانی که در ماه دلو تولد شده این خصوصیات را داشته باشن؟ افرادی که در دلو، یعنی بخصوص خانمایی که در دلو تولد شدن، افراد منحصر به فرد هستند. سلف کانفیدنسشان، یعنی اعتماد به نفس بیشتر دارن و همچنان با اراده هستن. یعنی وقتی که اراده میکنن که اینطور یک کار را باید انجام بدیم، امور را انجام میتن. یعنی این اوصافی است که من در اکثر کسایی که با من در یک ماه تولد شدن و از دوستای من هستن هم را شناشنایی دارم، امی صفات در وجودشان هست. بله، ولی در وجود خودتان هستم، ما خودمان صفات حس کردیم در وجودتان. و حالا میریم روی چیزایی که بانو رسا بهش علاقه داره، دوست دارم. بانو رسا به کدام غذا علاقه داره؟ غذا، یعنی یک غذای مشخصی که خیلی زیاد خوشم میایه در ذهنم نمیگردم یاری، ولی بسیار یک چیز ساده که من اکثر اوقاتی که علاقه دارم بخورم تخم و بانجان میست که میخورم. دیگه برنج هم دوست دارم ولی کمتر استفاده میکنم متاسفانه. بله، دیگه اونقدر زیاد علاقه من نیستم که حتما چنین غذا یا اونطور یک غذا را باید که بخورم یا همین لحظه باید باشه. اما زیاد که گشنه شامم، زیاد غذا هم خوش ندارم که بخورم. یعنی من یکان دفعه که از من پرسان میکنم که من میگم میره خوش ندارم، چیزایی را که خوش ندارم را از خوش دارم که زیاد است که میگم خوش ندارم. باز کلگ ایران میمونه که چی میخوری؟ تو حس نکنم که اصلا شما در ماه دلو نیست، در ماه عقرب تولد شدین. چرا خصوصیات که در وجودتان ما مامی قسم هستم. روز مادر جان ما امروی مادرم یک برنامه داشتم، در برنامه یاد کرد گفت مستوره
هیچ چیز را خوش نداره بخوره و زیادتر فقط برنج خوش داره و چیزی مثل چپس این چیزایی باشه که خیلی ساده باشه. این چیزی که بگی که مسئول خوش باشه وجود نداره واقعا. نمیتونستم من بخور، یعنی خوردنی هر چی باشه میخورم ولی علاقه ندارم که 100% باید استفاده کنم. و یک رنگ دلخواه، نه پیش طرفی که در رنگ دلخواه بره میخوام پرسون کنم که کدام غذا رو خیلی خوب بلدین پخته کنین یا تنبل هستی؟ غذایی را که بلد هستم ولی این را باید پخته بکنم که دیگران پرسان کنم از جان که مزه میتیشون یا نمیتیشون. بر منش فرصت نشده به خاطر که من قدر در کارهای بیرون مصروف شدیم که اصلا خود من در کلم آشپزی را هیچ خوش ندارم. اکثرا در خانه که من در کار سهم میگیرم در قسمت پاکاری و در قسمت تنظیم و اینی موارد است که سهم میداشته باشم. اگر در آشپزخانه به عنوان یک همکار با دیگران اگر اشتراک بکنم شاید بسیار کارهای ابتدایی را سر من بکنن که اگر یک چیز را بشویند سرم یا امو بگویند که دیگه شور بته که ما دیگه کارش انجام بدیم. اما تر یک چیز، اما اگر تلاش بکنم برنج شاید خوب تر پخته بکنم. اما چیز را که خوش دارم و برنج من برنج دم پخته بسیار خوش دارم با چیزی که بسیار ضرر داره به خاطر از اینکه وزن زیاد بر آدم میده. اون چیزی را که می نقص دارم امور خوب پخته میکنم به خاطر هیچ کس توقع نمیکنه که پخته کنم واقعا. ولی فکر نکنم ما و خودت چاق شویم. همین بعض این کس میمانیم. من خودم زمان که یادم این همین چیز بودیم هیچ تغییر نکرده. چقدر خوب خوب گاهی اوقات آدم یک استعداد چاقی می داشته باشه که چاق میشه یا نمیشه. باز چاق شدن مطمئن خیلی آسان خواهد باشه ولی دوباره که شما بازم تناسبش حفظ بکنین این یکم اگذر مشکل داره. به خاطر خوب است که آدم غذا را به اساس نیازی که وجود داره اونا مقدر صرف بکنه بهتر است. بسیار عالی است. رنگ دلخواهتون بعد کدام رنگ زیاد لباس دارین؟ رنگ سیاه مطمئنا در هر برنامه شما یک مکسی از رنگ سیاه را میبینین. رنگ سرخ هم بسیار دوست دارم و سفید هم. سه رنگ خیلی زیبا قشنگ. سرخش هم پوشیدیم سفیدش هم پوشیدیم. سیاهش هم بوتای ما هم معلوم نمیشه. سیاهش خیلی از ما زیاد معلوم میشه. راستی من با اونرسا مکسی از لباس ها جور که من از رنگ دلخواه خودتون. و کدام کشور دوست دارین سفر کنین؟ افغانستان بدون شک همگی دوست دارن که زندگی کنن ولی برای سفر و برای تفریح کجا رو خوش دارین؟ که من در کل سیاحت دوست دارم، یعنی جز بعضی کشورها نمیخوایم نامش بگیریم که محدود است یک دو کشور از کشور اما دو دانه خوشم نمیایه ولی دیگه یعنی سفر را در کل دوست دارم. مرام خوشم نمیه. بعد فهمیدم که کدام دو کشور را میگیرم. دو کشور مرام خوشم نمیه. دیگه در هر جایی که برای یک سفر کوتاه مدت برم بسیار خوش دارم. یعنی از این که آدم بره ببینه مردم چه قسم زندگی میکنن، چه قسم فرهنگ دارن، به چی چیز ارزش میتن، چی چیز برشان مهم است، طرز زندگیشان چه قسم است. وقتی که آدم برای یک سفر سیاحتی میره تنها خوش بودن و لذت بردن سفر یک بحث نمیتونه باشه. شما بسیار چیزهای دیگر میتونین که بیاموزین، یاد بگیرین از زندگیشان، از طرز برخوردشان، از مسئولیت پذیریشان در قبال شهر و در قبال هموطنان و در قبال کشورشان. این چیزها بر آدم میتونه که یک پیام خوب باشه و این چیزها بر آدم میتونه یک مورد با ارزش باشه در سفر که آدم میداشته باشه. بدون شک همه قسم است. هر یعنی نقطه‌ای از کشور ما را بگوین زیباستم. یعنی ما از این ایگر منکر شده نمیتونیم. اگر خاک است، اگر هر چیز است، زیبایی خود را داره و زیبایی کشور ما کاملا طبیعی است. من چند روز پیشتر طرف استالف رفتم، یعنی من فقط میخواستم نگاه کنم دیگه، هیچ چیز نمیخواستم بگویم. قدر زیبا بود که اصلا من از صحبت کردن مانده بودم و میگفتم که دیگه کشورها بریم ببینین که کوشش میکنن که غیر طبیعی جور کنن ولی شهرشان زیبا بسازن. ما کلا طبیعی هستم. ولی کدام ولایت کشور ما را تا حالا سفر نکردی و دوست داری که برید اونجا سفر کنی؟ کدام ولایت زیادتر دوست داری؟ در اکثر ولایت ها سفر نکردیم متاسفانه نسبت بعضی از مشکلاتی که بوده که تنها منی اکثر از شهروندان عزیز ما بخصوص خانمهای رسانه‌ای و خانمهایی که فعالیت میکنن اونا از این محروم هستن و نتانستن که البته در این ولایت ها سفر خود را داشته باشن. اما دوست دارم یک روز نورستان، بدخشان و بامیان
به اینجا سفر بکنم و به تقریبا 10 ولایت کشور سفر کردیم. اونا هم خیلی عالی و خیلی هم زیبا بودن، ولی جایی را که ندیدیم فقط از روی تصویر اونا را ما مشاهده کردیم، این ولایت ها بوده که انشالله یک روز بتانم اونجا به خیر برم. انشالله که یک روز آرامی شود کشور ما و ما دیگه مشکل امنیتی نداشته باشیم تا بتونیم تمام ولایت های زیبای ما را بریم ببینیمشان، با مردمشان بیشتر آشنا شیم، با رسم و رسوم هایشان بیشتر آشنا شیم. تا که بین مردم ندید نمیفهمی که چی رسم و رسوم های در بینشان بله، هستن بله. و مردم کشور ما تمامشان مردم های خیلی خوبی هستن، مهربان هستن، خیلی دلسوز هستن. اینه ما نمیگیم چون کالا کشور ما هستن ما بیم تعریف کنیم، اگر بیم از کسانی که در بیرون زندگی میکنن اینه می توصیف ها را میشنویم. فیلم میبینین گهگاهی؟ اگر به کار خلاص شوین بله بله، اکثرا بیرون از افغانستان که سفر داشته باشم حتما میبینم و در داخلم البته گاهی اوقات که فرصت کردیم یا یگان شب که کل خانواده با هم دیگر یک جا میباشیم بعضی از فیلم ها را با هم جمعا میبینیم و از همون بودن خانواده و اعضای خانواده میخواییم لذت ببریم. بله بسیار عالی. و کدام فیلم را خیلی دوست داری؟ کدام بچه فیلم را؟ چی داخلی باشه چی بیرونی فرق نمیکنه؟ دختر یا پسر فیلم فرق نمیکنه؟ یعنی علاقه مندی به کدام کرکتر فیلمی داری، هنرمندا داری؟ و کدام فیلم را خیلی دیدی و بار اگر ببینی خسته نمیشی از پسش؟ من در کل فیلم هایی که پیام داشته باشه را بسیار خوش دارم، بخصوص پیام از او برای تغییر زندگی زنان و تغییر وضعیت زندگی زنان باشه بر من بسیار خوشایند است. دوم فیلم های تاریخی را بسیار خوش دارم که یعنی فیلم های تاریخی اکثر چیزهایش که تمثیل شده او برادم به عنوان یک معلومات افقی یا به عنوان البته یک پیامی از گذشته برات میرسانه که آگاهی پیدا میکنی. این فیلم ها را بسیار دوست دارم. از کرکتر من هیچ کرکتر مشخص را بسیار علاقمندی برش ندارم. من کرکتر را دوست دارم که بسیار خوب کرکتر خود را انجام میده، بسیار با شوق و بسیار با علاقه کرکتر خود را یعنی همون نقش خود را اجرا میکنه. به این خاطر باز من او کرکترها را جمعی دوست دارم. بسیار عالی. در مورد بانوان یاد کردی، یعنی خوب شد که یاد کنیم از در مورد فیلم ها گفتین. بانو لینا علم کسی است که خیلی در فیلم های خود موفق است، یعنی یکی از بهترین هنرپیشه های افغانستان هست که همیشه در فیلم هایش نشان داده که بانوان خیلی قوی هستن، بانوان میتونن و همیشه در فیلم هایی که من دیدم یا سریال هایی که بازی کرده خیلی خوب درخشیدن. چون از بانوان یاد کردی گفتم باش که یک بارم از بانو لینا علم یاد کنیم. و حالی هم بر ما بگوین که هنرمندان آوازخوانانی را که دوست دارین کی هسته و چگونه آهنگایی را بیشتر میشنوید؟ از هنرمندای خانم البته که کلش دوست دارم، ولی آریانا سعیده زیاد دوست دارم، علاقه به آوازش دارم، یعنی واقعا یک آواز خوب داره و آهنگایی هم که میخوانه بیشتر آهنگایی که بر زن خوانده، یعنی واقعا بر دل چنگ میزنم. چون و ما از خانم ها در کل مرا از انسان های تابوشکن خوشم میایم، اگر آقا باشه اگر خانم باشه. شما وقتی مسیر آب را خلاف تعیین میکنین به این معناست که شما تابوشکن هستین، چالنجی هستین و مرا از این انسان ها بسیار خوشم میایم، از دوستشان دارم. و خانم آریانا سعید هم از اونم خانم هایی است که بله. خانم هنگامرم آهنگایش دوست دارم و از آقایان آهنگای اکثرشان رو میشنم، از احمد ظاهر، فرهاد دریا، شفیق برید، از اینا رو میشنم، دوست دارم. خوب است. بله تمام هنرمندان مخوی صدا هستن ولی بعضی هایشون خیلی زیباتر میخوانن. و حالی هم میریم سرازی که ببینیم که اگر بانو رسا بخواه ازدواج کنه یا همسر زندگی خود را بخواه انتخاب کنه، دوست داره کدام خصوصیات در وجود همسر زندگیش باشه که بتونه با او یک زندگی خیلی خوب و خوش آرام داشته باشه؟ مطمئنم که بله، یک فردی را که شما میخواین بر زندگیتان انتخاب بکنین یا هم همسر زندگیتان باشه، مطمئنن که
از همه اولتر مهمی است که شما هم فکر با او باشید. هم فکر بودن فرد مقابل با شما مطمئنن که بقیه موارد و خصوصیاتش را میتونه که البته پوشش بده و تحت پوشش خود قرار بده. بله، یک موضوع خیلی خیلی خوب را اشاره کرد که باید هم فکر باشیم. این مهمترین است. هر چیز دیگه را ما میتونیم با هم بوده حلش کنیم، ولی این که هم فکر نباشیم خیلی مشکل هستم. و میخوام بدانم که بانو رسا ترسی که در زندگی، از چه چیزی که در زندگی میترسی، یعنی فرق نمیکنه از هر بخشی که باشه، از چه چیزی در زندگیت میترسی؟ از عقبگرد، از برگشت زنان برای زندگی سیاه طالبانی گذشته ما واقعا حراس دارم. انشالله که ما پس از این هرگز به گذشته بر نمیگردیم، عقبگرد نمی داشته باشیم، ولی باز هم به عنوان یک حراس این میتونه در ذهن آدم باشه از برگشت دوباره، از وضعیت گذشته و از تکرار وضعیت گذشته در حال حاضر. واقعا این ترس است که همه بانوان دارن و انشالله که به او حالت دوباره بر نگردیم. یک موضوع خیلی جالب را که بعد از اینکه شما سخنگوی شاروالی کابل شدین، یک موضوع خیلی جالب را که بهش سر خورده باشین، کدام موضوع بوده که هم براتون جالب بوده باشه، هم غم انگیز بوده باشه، هم جالب بوده باشه که ندانسته باشین بخندم یا بگیریم به حالش؟ اکثر موضوعات هست که متاسفانه وقتی آدم میبینه البته خوش نمیشه، ولی مطمئنا ناخوش میشه. اما یک موردی که در عین حال هر دو حالت اسش بر آدم بته، همین فعلا من حضور ذهن ندارم. یک موردی میتونم که ایره یک موضوع جالب هم میتونیم نامش بگیریم و یک موضوع بسیار چی هم در یکی از رسانه ها کسی زنگ زده بود. بعضی موارد را که هموطنان عزیز، البته بعضی از رسانه ها برنامه‌ای دارن که البته مردم شهریان کابل زنگ میزنن، مشکلات خود را میگن و ما جواب شبش میگیم که همین کار میشه نمیشه، چه وقت میشه چه وقت نمیشه. بعضی از موارد را که دقیقا من اطلاع نداشته باشم و این تقریبا مثلا 15 سال، 14 سال، 10 سال، 5 سال شده باشه که ادامه داشته بوده باشه یا آغاز شده باشه و من در جریان نباشم، باز من میگم که انشالله در برنامه بعدی حتما این موضوع را یاد میکنم. بعد یکی از رسانه ها امی خسم بودن که بسیار هم شنونده دارن، من گفته بودم که فعلا حضور ذهن ندارم و اینم از همکارا پرسان میکنم، در برنامه بعدی حتما شریک میسازم. یعنی مهم میشد من قسم یک جواب بگویم که اونمو یک جواب گنگ باشه، چون مستقیما او با ما در ارتباط نبود، یک جواب گنگ باشه ولی از سر خود خلاص کنم. من صادقانه گفتم که من در اینمی مورد آگاهی ندارم، از همکارا پرسان کرده میگم، چون 22 ناحیه در صد شهر کابل است و یک کدامش کار و فعالیت میکنه ای ریاست های مرکزی، آدم بر دفتن نمیتونه کل موارد را داشته باشه. باز یک کسی زنگ زده بود گفته بود که خانم رسا لبسیرین میزنه و بغیر لبسیرین خود میایه دروغ میگه، من نمیفهم یا که جواب نمیگه. ایگه بر من هم جیگر خون کننده بود و هم جالب بود برام که هم بر از اینکه گفته بود لبسیرین میزنه و میایه گپ میزنه خنده گرفت نره، و هم بر از اینکه خون شدم که شما به اساس ظاهر و به اساس از این ما نمیتونیم که من از کس پرسان کنم که من باید در کدام وضعیت باشم بعد از او بر شما پاسخ سوال شما را بگویم. بنابراین که مهمی است که شما ماهیت گپ را درک بکنین، اینکه یک کس اگر میکاپ میکنه یک کسی میکاپ نمیکنه، یک کسی هر او مسئله شخصی یک فرد است که به کدام وضعیت میگرده. مطمئنا همگی از هر لحاظ این مطالعه را میداشته باشه و این آگاهی را میداشته باشه. در افغانستان تولد شده این فرهنگ همیشه میفهمید، ولی این موارد باز این یک مواردی بود که هم جالب بود و هم بر من بسیار جگرخون کننده بود. واقعا ما مردم یک عادت داریم که همگی را از میبینیم قضاوت میکنیم، ولی اینکه او چه مشکلات را داره و چه کارهایی را انجام میده فکر میکنن همه چیز ساده است. من که برنامه گفته بودم که هر چیزی را که میبینین، هر چیزی که ساده میبینین ساده نیست، نفر اومده گفت چی معنا میده که تو میگی هر چیز، یعنی گفتم دیدن هر چیز خیلی ساده است، ولی که تو در اون ساعت قرار بگی تو کار انجام بدی آنقدر هم فکر میکنین ساده نیستم. هر کار حال فرق نمیکنه که حتی کارهایی را که مثلا مردم خیلی ساده فکر میکنن خیلی مشکل هستن، اون کسی که در پشت کامپیوتر شیشته او هم مشکلات خود را داره، اون کسی که
میره تنها به این موضوع نیست که آدم بره در مخزن کار کنه یا چی او کار سخت باشه، هر کار مشکلات خود را داره. پس هیچ وقت یک عادت را به خود بتیم که هیچ وقت قضاوت نکنیم. خب به عنوان آخرین پرسش دوست دارم که از بانو رسا بدانم که دوست داره که چند سال آینده خود را در کجا ببینن و آرزویی که در دل دارن چی هستن. چون میرین طرف چیز صبحانه، ما بانو رسا هنوز صبحانه نخوردیم، خواستم که این آخرین سوال باشه که ما هم گوش نشدیم. امیره پیش از برنامه صبحانه میگرفتیم بسیار با انرژی برنامه پیش میره. مطمئنا هر سال که جدید بشه هر فرد مطمئنن که برنامه ریزی خودم می داشته باشه که باید در این سال کدام برنامه را داشته باشه تا چند سال آینده به کدام جایگاه برسه. من انشالله تا حال که پیش آمدیم را امو پته به پده کارهای خود را پیش بردیم و تا چند سال آینده مطمئنن که می خواهیم یکی از کادرهای اصلی نظام باشم. بخیر. خب بانو رسا میریم طرف صبحانه خوردن. هموطنان عزیز ما را در بخش صبحانه همراهی کنین، ما را تنها نگذارین چون من خیلی گرسنه شدم. میتونستنی؟ دقیقا. پس با ما باشین. ما صبحانه خود را گرفتیم. اینقدر که نیوتی گوش نستم اونقدر گرسنه نشده بودی. باش که برنامه زبطش خلاش باز بعد از اون میخوریم زیاده. بله من خوب تو خوب فوق‌العاده گرفتم. من شکم خود خار نگاه نمی کنم، من میخورم. ولی صبحانه من اگر صبحانه را استفاده کنی خوب هستم. چی میگن؟ صبحانه را تنها بخو، چاشت که دوستت بخو، شبه که دشمنت بخو. من صبحانه را که دوستم میخورم. خب سمیرا جان در صبحانه دوست چی را استفاده کنی؟ صبحانه شیرینی یا شوری؟ اگرچه که اکثر اوقات متاسفانه چون صبحانه وقت در که دفتر میریم ایج نمیشه که یک چیز درست صبحانه را حتما شروع بکنیم یا بخوریم، ولی چیزهای عادی را خوب است. من زیاد شیرین خوشم نمیایه، زیاد شیرین خورده نمیتونم. دیگه شب خوب است که ایج نان نمیخورم چون من دشمن ندارم که برش نان بخورم. من خاطر شبانه ایج نمیخورم. صبح چاشت دیگه تلاش میکنم که بخورم، یگان وقت میشه و یگان وقت نمیشه متاسفانه. اما به هر حالش همین چیزایی را که گرفتیم دوستشان دارم خوب است. زیاد شیرینی مقصد نمیخورم. ما هم صبحانه خود شروع میکنیم، ببینیم که مزیش چطور هستم به شما هم میگیم و در بینش سوالاتی هم که پیش آمد پرسان میکنیم دیگه. فرمایید. من خیلی فرنی را دوست دارم. خوب است که خوبم گرفتی نام خدا. من یکی از شنی من از شنی دوست ندارم، ولی یکی از شنی هایی که دوست دارم فرنی هستم. ولی جالبی است که فرنی با دیگه غذایی که من گرفتیم هیچ مچنگ ندارم. من باید برعکس میخوردم، من باید اول از شوری شروع میکردم، همه گی اول شوری میخورم با شیرینی، ولی من برعکس کردم. بسیار به خوردن چی عجله داشتم و فراموش مام شد که من کارت بگیرم من رای خود. خیر هستم، استرس خوردن داشتم یادم رفته.
و چطور است از چی استفاده کردی که پرسان کنم چطور است مزید؟ چیزایی هست که توی پخته نشده همونطور آماده بودن. من فرنی گرفتیم چون فرنی رو بسیار دوست دارم. دیگه سالاد میوه است، کم مربا و پنیر. اما پنیر قدر شور است. من فکر میکنم شاید که قدر شور نباشه ولی متاسفانه بسیار شور است. پنیر شور دیگم. از پنیرهای چی نیستم. یکمک زیاد شور نمی بود باز خوب میشد. بله. و بانو رسا ورزش هم میکنه و ورزشکارا باید خیلی زیاد بخورن. خب یکی ورزشی هست که نیاز داره که شما بسیار زیاد باید که غذا بخورید ولی یک ورزشی هست که بسیار کم شما انجام میتین به خاطر صحت‌مندی و سلامتی خودتان. باز در او فقط همی غذای بهتر است که وجود ضرورت داره و کمتر شما استفاده بکنید، فقط انرژی به تبرتان و این ورزش هم که ما میکنیم ورزش صحتمندی و سلامتی است. من هم ورزش شروع کرده بودم و قدر کارایم زیاد بود که در بین یک ماه فقط سه روز تانستم برم. خب یک تایمی را که آدم البته بر خود میته او باید مشخص بر خود آدم باشه. ما نیاز داریم، یعنی هر فرد نیاز داره که یک وقت را بر خودش اختصاص بده که بر خودش رسیدگی بکنه. بقیه مکمل کل روز هم شما مطمئنا به کار مصروف هستیم برای اجرای کار و وظایف، ولی این حداقل به خاطر ارزش دادن بر خود ما، به خاطر از اینکه صحت و سلامتی خود ما مهم است، یک وقت را باید بر خودم آدم اختصاص بده. بسیار زیاد گپای خوب را گفتن ولی من هم زیاد کوشش میکنم ولی بعضی وقتا انسان مجبور میشه کمی یک کار دیگه شایلا کنه وقتی رازی که مردم هم مهم است، کار و وظیفه هم مهم است. ولی من واقعا این گپای بانو رسار تایید میکنم. من شخصا خودم خیلی کمتر یعنی به خود فکر میکنم، بیشتر به چهار اطرافم فکر کردیم. خب بسیار تشکر بانو رسا از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کرده، از اینکه صحبت های خیلی خوبه داشتیم و واقعا لحظات که در کنار شما بود خیلی خوشایند بود. مثلا نفهمیدم ساعت چه رقم سپری شد و خیلی بر من خوشایند بود. بسیار تشکر. قربان، تشکر از خودت، تشکر از همکارایتان که اینجا اومدن. ما خودت صبح نام گرفتیم، اونا صبح نام نگرفتن تا هنوز. میگیرم ان شاء الله که بگیرن بعدن. دیگه بسیار خوب خوب و عالی بود. بسیار تشکر. ان شاء الله با امید صحتمندی و صلح دائمی در انشاءالله. بازم بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما هموطنان عزیز که همیشه با ما بودین، ما را تنها نگذاشتین، کومنت هایی گذاشتین که ما را حمایت کردین و به ما انرژی بخشیدین. از تمام تا سپاسگزار هستیم از اینکه در کنار ما بودین. تشکر از همکاران پشت صحنه که همیشه با ما بودن و هیچ وقت از ما خسته نشدن و همیشه برنامه هایی را که ما با هم بودیم یک برنامه خیلی عالی را تقدیم شما کردیم. و تشکر هم بازم از تمام مردم افغانستان. فراموش نکنین که همگان با مسوره هر هفته روزای شبای دوشنبه برتان به نشر میرسه. با ما باشین تا برنامه بعد. بدرود.